سلام، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. تو این ویدیو قراره ترک مامان مراقبم از چرسی رو گوش کنیم از کانال یوتیوب چرسی که لینک توی دیسکریپشن هست. شما میتونید از اونجا استریم کنید. در این روزهای سخت هنرمندان کشور و مخصوصا داخل کشور رو حمایت کنیم با استریممون، حداقل مخصوصا هنرمندایی که حواسشون به مردمشون هم هست. و به هر صورت لینک کانال دلول و اسم ندارم هم توی دیسکریپشن وجود داره، علیرغم عدم فعالیت در آن کانال ها باز لینک وجود داره و شما هم اگر فازش بود که حالا میدونم نیست، در صورت هست دیگه اون لینک ها اونجا. همین اگر فور گنگ ها رو با چی توی کامنت بریم بشنیم ما مراقبم رو از چرسی. خب لیریکس بای ستون نخل یعنی چرس، پرودوسر علی مافی، میکس و مسترینگ آرمان میلادی، کاور شروینه، پراجکت منیجر پوریکا، دیستریبیوتر میوزیک دی بی، بدینسان پرنتال ادوایزری همون پایین ذکر شده. فکر میکنم که پرنتال ادوایزری یعنی دهه 80، از سال 80 و 83 به بعد نمیتونن گوش کنن. نشو 4 5 6 اینا نمیتونن گوش کنن. 82 البته نمیتونن گوش کنن که ایران فلسفش فرق داره واقعا، وگرنه اصلا 80 به پایین اصلا نباید تو ایران زندگی کنن به خاطر اتفاقاتی که داره میفته و هر روز میبینیم. در صورت پرنتال اونجا ذکر شده و باید هم ذکر میشد و خیلی باحاله. ما چند بذار اینو بگم بعد بریم گوش کنیم کارو. ما چند وقت پیش تو کلاب هاوس باشیم، خیلی وقت پیش یه صحبتی بود سر اینکه حسین تو ترکش میگفتش که اگه با ما حال نمی کنی پاتو بده بالا ما باهات حال کنیم. بعد من مثلا تو ریاکشن ویدیو برایشم گفتم که چقدر باحال لفظو برگردوند. بعد یه سیل انتقادی اومد سمت ما که چی شما فرهنگ تجاوز رو نمیدونم دامن میزنید، بهش گسترش میدید، عادی سازی نرمالایز دارید میکنید، تجاوز و این لفظا نباید استفاده شه و فلان. بعد توی اون گروه توی روم کلاب هاوس داشتیم صحبت میکنیم، تنها حرف من این بود که من میدونم اوکی اصلا در دنیای خیلی قشنگ و رنگین کمانی که خدای رنگین کمان همون بالاست، آره این چیزا باید هست شه واقعا. خب از اون طرف غذاها نباید شکر داشته باشه همونطور که اون ضرر داره، اینم واقعا داره ریشه آدم ها رو میکنه، باعث سکته قلبی میشه. فرهنگ تجاوز به کنار، حالا باعث چی میگن؟ سرخوردگی یه نفر میشه، قند داره باعث سکته میشه، مثلا چربی زیاد داره باعث دیابت که نه، چربی خون و فلان و اینا میشه. خب در اون دنیایی که همه چی خوبه این چیزا هم باید بهش رسیدگی شه، ولی یه سری چیزا هست اولویت داره. بابا وضعیت رو نگاه کن تو ایران، اون بده ولی خیلی چیزای بدتر هست واسه اصلاح شدن تا برسیم به اون نقطه که ما نباید مثلا با این لفظ حتی لبخند به لبمون بیاد، بلکه باید توبیخ کنیم. اوکی من قبول دارم این کار درست نیست، ولی بحث اینه که تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم، انوایرمنت دورمون چه خبره. میشی میگم یکی هست تو خیابون اگر همچین لفظی بهش بگن، مثلا تو پارک همچین لفظی بهش بگن، این بگی نه این نرمالایز کردن خشونته، همونجا میکننش، همونجا میکننش، بگن که نرمالایز کردن یعنی چی هستن، یادش میدن میگن نرمالایز کردن اینه نه اونی که من به تو فوش میدم و منظورم این نیست که فوق اندرم به تجاوز بود، منظورم این که بزن مور بوم شد. آره خلاصه بریم سراغ سراغ مهدی. مامان دلتنگتم، مراقب خودت باش مادر. صدای مادره؟ آجی هنوز سرک شروع نشده، صدای مادر چرسیه. خدا حفظ کنه چرسی جان. دلتنگت ماما مراقبم، ولی همه آدم و لاشی هم چون الان اینجا همه بام داداشی هم بی اعتمادم تو خیابون فاسی هم نمی کشم عصبی واسه پول سرس کمتره ولی قیافه پاچیده هم رفیقا من الان دیلرای رفیقا مام من چقدر پول با دراگ بره این ما، ولی از یه جا دیگه الان پشمام میریزه وقتی نمیبینیم فقط داره سفید میشه موات زمستون و خوابم لای سفیدی ها دلتنگی میکشی نمیخوابی به خوابم میاد زمستون و خوابم لای سفیدی ها جالب بود زمستون و خوابم لای سفیدی ها دلتنگی میکشی نمیخوابی به خوابم میاد میدونم هنوز دوستم داری با همه کجیام اخلاقم بده مراقبم تو حال بدیام شب و چشم انتظارم بودی تا یه ساعتی رو آروم میومدم خونه که بیدار نشی تو که تو مخیم نشه نتونم بخوابم ولی الان که دورم بیهوشم به زور زنی و مامان پسر دیسیالی تو خیابونه مامان دیده اون هرچی خلاف قانونه رفیقاشو میبینه که میرن زیر
میره گلوله، ولی به خاطر قولش به همه دوره. ماما پسر دیشوری تو خیابونه، ماما دیده اون هرچی خلاف قانونه، رفیقاشو میبینه که میرن زیر گلوله، ولی به خاطر قولش به همه دوره. من چی میگن کل ورس یه دقیقه داشتم فکر میکردم به این که موضوع این ترک مربوط به این اوضاع هست یا نه، و به یه نتیجه رسیدم، هم هست هم نیست. یعنی هم چون اینترو که مشخصا وایس مادر شروع شد، یعنی یه سری بیت هایی داشت که به نظر من خیلی نمیشد ربطش داد به شرایط، یه سری بیت ها که بابا مثلا رفیقامو میبینم که دارم نیاز به گلوله دیگه واضحه دیگه. این چی میگم ترکیبی این دوتا بود، یعنی هم آره جواب ماست هم نه. حالا بزنیم نتیجه گیری داریم جوابون خود چرسی میده نه. پسر دیشوری تو خیابونه، ماما دیده اون هرچی خلاف قانونه، رفیقاشو میبینه که میرن زیر گلوله، ولی به خاطر قولش به طعم دوره. ماما دیدی بابا رفی چی عوض نشد، خدا دیدمون وقتی دی تو رو میپرستم و میریزم همه چیم و پاد خارج جهنم و نمیخوام ایچی دار. این لاینه چیه؟ اضافه شد رو میپرستم لاین ملودی همه چی مو پات خار جنم و نمیخوام چی دارم بغلت بشم و جسو نمیگیرم چیزی و من گردن میگشتی دورم وقتی داشتم یه کوچولو سر درد دشمنو میخوان رومو کچ کنن یه دندم تا وقتی دو آخرت باشه پشتم این بازی رو برندم ماما مراقبم دستم نیست تیزی آدم خوبی نیستم اینجا نیست کسی الان الکل تو خونم و پودرا توی لولاست ولی حواسم هست که نزنم ریسکی اما خیلی وقته یادم رفته به خالی داره چه ازی کمک میکنم به همه تو سینم قلب فلزی تو یادم دادی که نکنم دستم و مش گفتی برسون به آدمش به هرچی میخوای برسیم پسر دیشوری تو خیابونه ماما دیده اون هرچی خلاف قانونه رفیقاشو میبینه که میرن زیر گلوله ولی به خاطر قولش به طعم دوره ماما پسر دیشوری تو خیابونه ماما دیده اون هرچی خلاف قانونه رفیقاشو میبینه که میرن زیر گلوله ولی به خاطر قولش به طعم دوره ماما مصری 24 7 days a week 365 days. بهش کشفی رسیدم، رنگای استفاده شده تو کاور سفید سبز قرمز. تیشرتی که تن شخصی که توی کاور هست هم قرمزه، میتونه معنی خون داشته باشه، رنگای پرچم ایرانه، و یعنی 100% این موضوع نادیده گرفته نشده این موقع بسته شدن ترک. یعنی 100% هدف قرار داده شده بود وضعیت کنونی ایران توی نوشته شدن ترک، توی بسته شدن ترک. ولی میگم یه سری ابیات، یعنی دو پهلو که نه، یه سری ابیات دو پهلو بود، اینجوری بگم، رحم میشد مخاطب مادر رو مادر گرفت، هم مثلا میشد مخاطب مادر رو ایران گرفت احتمالاً، ولی یه سری ابیات مخاطب فقط مادر دیگه، مادر واقعی، مادر معنوی نه. همین به نظر من ترک فرمش خیلی باحال بود، خیلی اون رنج صدایی که چرسی مثلا استفاده کرده بود برای اجرا کردن، مثلا رنجی نبود که تو ترک های دیگه استفاده میکنه. چرسی نیزا رو متوجه میشه و میدونه مسترش، من دارم صرفا اشاره میکنم، میخوام بگم که همه چی بک وکالا، بیت مینیمال و در این حال غیر خسته کننده، بیتش باحال بود، این خیلی مینیمال بود، چیز خاصی نداشت، هیچ بازی عجیب غریبی توش وجود نداشت، ملودی و بیا ملودی، البته بگم اون لاین ملودی که ورس دو اضافه شد من دوست نداشتم واقعا، نظرم خیلی خارج از کانتکست بیتمون بود، کلا همه چی رو کرد خیلی مینیمال بود، فلوها در این حال که باحال بود، اونقدر سویچ های عجیب غریب نداشت، یکی دو تا سویچ داشت که گردن میگردم یه دندم فلان، اونجا مثلا فکر کنم بارزترین سویچی بود که ما داشتیم، حتی توی ورس به کورس همچین سویچی ما نداشتیم، انقدر این سویچ بارزی نداشتیم، فلو کورس خیلی شبیه فلو بقیه ورس بود، و کلا میگم هم از لحاظ اجرا هم بیتش مسیر مینیمالی رو پیش گرفته بودن که این روزا اتفاقا چیز غریبه ای هم نیست برای رسوندن احساس، معمولا از شنگل پنگل بازی و از نمیدونم فشفشه مثل فشفشه دور کیک میمونه، شیرین بازیایی که توی بیت، توی اجرا، توی فلوها، توی اینجور چیزا استفاده میکنن، این روزا چون حرف خیلی مهمتر از چی میگن خلاقیت و نمیدونم زلم زیمبا بازی زیگول کردن دیگه، میبینیم چون حرف تو این ترک هایی که این روزا میاد خیلی مهمتر از اینجور چیزا، کلن ما مینیمال داریم، یه سری ترک مینیمال داریم میشتنیم، البته ترک پیچی نسبتا پیچیده بود این روزا، مثلا ترک دوم کوروش سمیلو و رها که اسمش یادم نیست شما می نویسید، یا
یادآوری میکنید. مثلا نمیخواد بنویسید، خب یادم میاد، دو دقیقه بگذره یادم میاد. اون چک ترک پیچیده‌ای بود واقعا نسبت به باقی چک‌هایی که این روزا میاد بیرون، ولی آره چیز دور از ذهنی نبود این مینیمال بودنه، که کمکم میکرد واقعا به نظر من به این که بیشتر آدم به حرف دقت کنه. و میگم برداشت من از حرفا همین بود که یه حالت دو پهلو وجود داره. اون مادری که داره توی چک ذکر میشه، اسمش برده میشه، مامان، البته مادر نه، هم میتونه ایران باشه هم میتونه مادر باشه. اون مراقبه هم یه پیامی به ما میده دیگه. میدونی چی میگم؟ تبدیل تجربه اولین بار شنیدن ترک برای من جالب بود. من این همچین ترکی از چرسی نشیده بودم واقعا. به نظرم خوب پرداخت. کلا چرسی رو من به فرمش بیشتر میشناسم و برگه برندش فرم و استفاده از تسلط به صداش و هنجرش بیشتر میشناسم، سلیقه‌اش و حالا تسلط به صداش و اینکه چه صدایی و کجا استفاده کنه، چه جوری قشنگتر میشه و فلان. ولی اینجا بیشتر اتفاقی که بیشتر اهمیتی که این ترک داشت محتوایی بود تا فرمی، یعنی بیشترش حرف میزد چرسی و به نظر من خوبم از پسش بر اومده بود نسبتاً. یه سری بیتای باحال وجود داشت که من حالا حواسم بود، یه سری بیتای باحال وجود داشت که من قطعا حواسم نبوده، ولی یه موضوعی وجود داره فقط، اونم اینه که ببین توی این سبک ترک ها ببین یه سری کلمات هست درد، یه سری کلمات هست شبیه کلید واژه است، شبیه مثلا یه تونله. مثلا اون کلمه رو که میگی ذهن آدم میره تو اون تونل، توی اون تونل پر شده از تصویرا، از کلمه هایی مربوط به همون کلمه‌ای که باعث شده تو رو به اون تونل ببره. منظورم چیه؟ منظورم اینه که مثلا وقتی راجع به زمستون و سفیدیا و اون چیزا صحبت میشه، پودرای طلوله صحبت میشه، مثلا الکل تو خونم صحبت میشه، ذهن انسان و شنونده های رپ مخصوصا مستقیم میره سمت یه محتوایی، مستقیم میره سمت یه چیزی. یعنی تو خیلی نمیتونی اون، یعنی ذهنت از کانتکست جدا میشه در واقع. این چی میگم؟ از اون بافتی که، از اون حسی که ترک داره، ترک سعی داره به تو منتقل کنه و در تو بر بیانگیزه، فاصله میده ذهن آدمو. و ای کاش این سبک کلمات، این دست کلمات توی این شعر کمتر بود. من خودم شخصا اینجوری بودم، فکر میکنم شما هم اینجوری. همونطور که هر جایی رفتن، مثلا من یه لباس معقول، یه لباس قراردادی معقولا میتونیم از میتونستیم از اول قرارداد کنیم که سر کلاس با شورت بشینیم، تو استخر مثلا با لباس بریم، ولی خب قراردادی اینجوری پیش رفتیم که اینجوری نباشه دیگه، برعکس بشه. همونطور که هر جایی به نظر من هر یه لباس مخصوص خودشو میخواد، به صورت حالا قراردادی، هر موضوعی، هر حسی هم به نظر من کلمات خودشو میطلبه. مثال، الان یه مثال به ذهنم رسید، پشمای خودم داره میریزه، بزنم واسهتون پشمای شما هم میریزه، بزنم واسهتون نزشته، مثال رو بزنم موساتون پشمتون میزه. یعنی خاک بر سر اون دسته از آدمایی که ذهنشون تو این وضعیت میره به سمت اینجور چیزا، از جمله خودم. مثلا نیمایوشیش توی شعر داروک، اونجا نیمایوشیج چیکار میکنه؟ یه نیم نگاهی داشته به انقلابایی که توی روسیه داشته اتفاق میافتاده، تظاهراتی که توی روسیه اتفاق میافتاده، در صورتی که توی ایران فکر کنم مشروطه شکست خورده بود اگر اشتباه نکنم اون زمان. و توی اون شعر داره از کلماتی استفاده میکنه که ببین داره راجع به این که مثلا کاش ساحل ما هم بارون، کاش شهر ما هم بارون بباره، بارون نماد برکت، نماد خوشحالیه. داره یعنی میگه که داره خوشحالیشو بیان میکنه و در انتظار خوشحال بودن، خوشحالی بودن رو بیان میکنه. خب ولی از یه کلمه هایی مثلا بذارم بیارم شعر رو با هم دیگه داشته باشیم. میگه که خشک آمد کشگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. خب مثلا از کلمه هایی مثل سوگ استفاده میکنه، از کلمه هایی مثلا گریه داره استفاده میکنه و اینا. خب در صورتی که داره راجبه، اصلا مهم نیست اصلا راجبه هر چی صحبت کنه، خب ناخودآگاه اون کلمه ها، اون لغاتی که انتخاب میکنه که بچینه توی شعرش، سوگ و نمیدونم سوگواران و خشک شد و میگریند و اینا، ناخودآگاه بار معنایی غم داره دیگه و به صورت ناخودآگاه این موضوع روی آدم تاثیر میذاره که حالا یه سری ها میان تبدیلش میکنن به خودآگاه و چی میگن توی نقد کردن و بررسی و اونجور چیزا میارنش تو خودآگاه، میگن که چرا این شعر همچین باری داره. حالا بماند
منظورم میفهمید دیگه، منظورم اینه که مثلا وقتی یه سری لغات توی یه سری جای اشتباه استفاده شن، ناخودآگاه مغز آدم میپره، یعنی از تمرکز و از منسجم شدن اون کار جلوگیری میشه. و به نظرم این لغات اگر کمتر بودن توی این شعر، شعرهای از این قبیل و آهنگهای از این قبیل، به نظرم خیلی بهتر میشه. همین تبدیل تجربه اولین بار شنیدن ترک برای من، به نظرم کار قابل قبولی بود از چرسی توی هیته‌ای که اصلا تخصص نمیدونم تخصص داره یا نه واقعا، ولی من به این سبک خیلی نمیشناسم کارهای چرسی رو. و تبدیل تجربه اولین بارم 6 بود. همین، شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک، راجع به ریاکشن ویدیو. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک ننشید، دیسلایک فورگنگ و این صحبت ها هم یادتون نره. اگه دوست داشتید توی کامنت ویدیوهای کانال اگه دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره. یه دونه زنگول بغل سابسکرایب وجود داره که اگر دوست داشتید از آپلود ویدیوها توی کانال مطلع شید، زنگول رو فشار بدید از طریق نوتیفیکیشن شما رو مطلع میکنه گوشیتون که ویدیو آپلود شده، ویدیو جدید آپلود شده. همین، متشکرم، مواظب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. فور